تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. دیدگاه های شما را از اعضای مجلس نمایندگان در مورد عوامل برکناری رئیس عمومی امنیت ملی. نگرانی فیفا از احتمال کمرنگ شدن مشارکت مردم در انتخابات آینده. و بیرون شدن 40,000 سرباز ناتو تا پایان سال روان میلادی از افغانستان. خداوند یکتا و مهربان با عرض سلام و دوست چهارشنبه 8 سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه اگست سال 2012. مشروع خبرها. رئیس شورای ولایتی غزنی ساعت پیش به قتل رسید. قاضی صاحب شاه رئیس شورای ولایتی غزنی زمانی که به سوی منزلش روان بود در مسیر نوآباد در حومیه شهر غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید است. در این رویداد یک محافظ رئیس شورای ولایتی غزنی نیز جان باخته است. محمد علی احمدی معاون والی غزنی با تایید این خبر طالبان را مسئول این قتل می‌داند، اما تا اکنون مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان فشار سازمان استخباراتی پاکستان بر حکومت را از دلایل اصلی برکناری رحمت الله نبیل از ریاست عمومی امنیت ملی می‌دانند، اما شماره دیگر از اعضای مجلس به نقل از رئیس برکنار شده ریاست امنیت ملی می‌گویند دلیل برکنار شدن رئیس امنیت این است که رئیس جمهور نمی‌خواهد پس از این هیچ فرد بیش از 2 سال در پست این ریاست کار کنند. شفیق علایی سالنگی در این مورد گزارش می‌دهد. برکناری رئیس عمومی امنیت ملی از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان واکنش اعضای مجلس نمایندگان را در پی داشت. شمار از اعضای این مجلس افزایش فشارهای سازمان استخباراتی پاکستان بر حکومت افغانستان را بخشی از عوامل برکناری این مقام امنیتی افغان می دانند. تنها اینجا دلیل میتونه که واضح باشه که به خاطر حذف یا سلب وظیفه رؤسای امنیت ملی میتونه که اینجا دست آیسای و پاکستان دخیل باشد. اما ریاست جمهوری در اعلامیه دلیل برکناری آقای نبیل را تصمیم رئیس جمهور کرزی خوانده که نمیخواهد پس از این هیچ کسی بیشتر از 2 سال در پست ریاست امنیت ملی کار کند. از سوی هم اعضای این مجلس با انتقاد از تداوم حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان خواستار اقدام عملی برای توقف این حملات شدند. یک ما شما چقدر که صحبت میکنیم با صحبت خود عمل کنیم. مردم کنر، مردم قوم کنر جهات اعلان کرده در کنر، ما مجاهدین افغانستان دیسی از او باید چی کنیم؟ نماینده ملت که کسی که اینجا مجاهدین است یا علما است و دیسی مردم کنر باید چی کنن؟ امی که صحبت میکنیم با صحبت خود عمل کنیم. در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان همچنان روی یکی از ماده های اختلافی قانون کار کارکنان خدمات ملکی نیز بحث کردید. گفتنی است اعضای این مجلس فیصله کردند تا فارغان صنف 12 که 10 سال سابقه کاری داشته باشند می توانند به عنوان مرسال در ولایت های افغانستان کار کنند. بسم الله محمدی سرپرست وزارت داخله احتمالاً به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی غرض اخذ رأی به مجلس نمایندگان معرفی شد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان و هیئت اداری این مجلس میگویند معرفی بسم الله محمدی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی هیچ مشکل قانونی نداشته و از صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان است. باز هم شفیق علایی سالنگی. پس از آن که بسم الله محمدی وزیر پیشین امور داخله از سوی اعضای مجلس نمایندگان استیضاح و سلب اعتماد شد، اکنون گفته می شود که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تصمیم گرفته است تا وی را به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی به مجلس نمایندگان معرفی کند، اقدامی که واکنش برخی از اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخت. در لس کال کیش دغه ځین چارواکی کابینه د کوالیان دی په کتل کې د سترنج دانې دی و د سخره واخ بل ځای کې د بل ځای سره واخ بل ځای ته کې په دغه اساس باندې خلکو ډیره فاصله نیولې ده. اما شماره دیگر از اعضای مجلس نمایندگان میگویند سلب صلاحیت شدن بسم الله محمدی از سمت وزارت داخله به معنی محروم شدن وی از انجام وظیفه در سایر کرسی های حکومتی نیست. آنان میگویند رئیس جمهور کرزی صلاحیت دارد تا هر شهروند افغان را به هر کرسی حکومتی که بخواهد تعیین و یا غرض اخذ رأی به مجلس نمایندگان معرفی کند. بله، توانایی خوبی را ما در وجود اینا میبینیم که بتوانند که یک وزارت سکتور امنیتی ما را بتوانند پیش ببرند. از لحاظ اصولی
هر یک از شهروندان افغانستان یه حق را دارند که به حیث وزیر معرفی شوند و برکناریشان از یک وزارت به معنای نیست که اونها مادام العمر این حق را از دست دادند. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان نیز معرفی نامزد وزرا را از صلاحیت های رئیس جمهوری کشور دانسته می گوید. معرفی بسم الله محمدی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی هیچ مشکل قانونی ندارد. از لحاظ حقوقی هیچ مشکل نداره. رئیس جمهور صلاحیت داره که در پست های دیگه هر کسی را خواسته باشه معرفی بکنه. گفتنی است بسم الله محمدی یکی از شخصیت های مطرح در کشور بوده که در 10 سال گذشته در کرسی های مهم از جمله لوی درستیزه وزارت دفاع ملی و وزیر امور داخله انجام وظیفه کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای اشتراک در نشست کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک امروز وارد ایران شد. آقای کرزی در این نشست اوضاع کشور و منطقه را در سخنرانی ابراز کرده و دیدگاه افغانستان را در مورد جنبش عدم انسلاک بیان خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از ظاهر قادری. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با شماری از مقامهای ارشد حکومت افغانستان برای اشتراک در 16 نشست کشورهای عضو عدم انسلاک وارد تهران شد. رئیس جمهور کشور در این سفر بر علاوه اشتراک در 16 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و دیدگاه افغانستان را بیان خواهد کرد. به اساس خبرنامه کاخ ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی اوضاع امنیتی کشور و منطقه را به بس گرفته و دیدگاه افغانستان را در مورد کشورهای عضو عدم انسلاک بیان خواهد کرد. این مقام نخست افغانستان همچنان در حاشیه این نشست با منموهن سینگ نخست وزیر هند و تعداد دیگری از سران کشورهای عضو جنبش عدم اتحاد به طور جداگانه دیدار می کند و با آنان در مورد اوضاع منطقه و جهان و گسترش روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر خواهد کرد. رئیس جمهور کشور را در این سفر دکتر زلمه رسول وزیر امور خارجه، دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی همراهی می کند. جنبش غیر متحدها در اوایل دهه 1960 میلادی و در جریان جنگ سرد با عضویت کشورهایی که در هیچ یک از سازمانهای وابسته به دو بلاک قدرت به رهبری آمریکا و شوروی سابق عضویت نداشتند تشکیل شد. ریاست نوبتی جنبش غیر متحدها در 3 سال گذشته در اختیار مصر بوده که قرار است در نشست سران در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته رسما برای 3 سال آینده به ایران منتقل شود. در حال حاضر 120 کشور جهان عضو دائمی و 17 کشور و چند سازمان بین المللی عضو ناظر جنبش غیر متحدها هستند. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از دولت این کشور به شمول رئیس جمهور کرزی و احزاب سیاسی مخالف دولت می‌خواهد تا از تغییرات مثبت در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات حمایت کنند. جانداد اسمیلغر مسئول این نهاد می‌گوید هرگاه این قانون که مسوده آن هم‌اکنون در مجلس نمایندگان می‌باشد به‌زودی تصویب نشود، این نگرانی وجود دارد که اعتماد مردم نسبت به مشارکت در انتخابات آینده کم رنگ می‌شود. عبدالوکیل نایبی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه در کابل با اشتراک نمایندگان شماری از وزارت‌ها، نمایندگان برخی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی گفتمانی را روی یک نظرخواهی اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در مورد آوردن تغییر در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را اندازی کرد. مجلس امروز در رابطه با سروی بود که اخیراً ما در پارلمان در ارتباط با قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات که تازه زیر قانون گذاری است در ولسی جرگه روی از این صورت گرفته، از این طریق خواستیم که یک تصویر واضح به احزاب سیاسی نهادهای مدنی بتیم تا اینا ببینن که توقعات برای پاس کردن از این قانون در کدام حد است. آقای اسپینغر میگوید هرگاه این قانون به زودی از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشود، اعتماد مردم بالای اداره انتخاباتی من حیث اداره بی‌طرف و مسلکی کاهش خواهد یافت. که باید این قانون هم رئیس دولت حمایت کنه، تغییرات مثبت داری و هم کابینه هم ولسی جرگه و سایر سیاست مدارای ما چی در اپوزیسیون هستند و چی در حکومت باید حمایت کنه تا ما یک اداره بی‌طرف و مسلکی انتخابات داشته باشیم و بعدا اصلاحات دیگه که در بخش دولت هست، مثلا پلیس باید وظیفه‌ش با بی‌طرفی در انتخابات انجام بده، وزارت امور زنان باید برای حمایت نقش زنان در انتخابات برنامه‌ای خاص داشته باشه. افغانستان پس از ایجاد نظام جدید در بیشتر از 10 سال گذشته 2 انتخابات ریاست جمهوری و 2 انتخابات پارلمان را تجربه کرده است که با وجود همه تلاش‌ها برای شفاف برگزار شدن انتخابات، سر و صداهای را مبنی بر عدم شفافیت در نتایج انتخابات نیز در پی داشته است.